با یه دونه مفاعیلون ما میتونیم حساب بکنیم. 5 تا حساب بکنید. 111 112 تا 115 دوباره میچینیم 211 212 215 اینا چیدمانشون بغل هم دیگه چند تا آهنگ درست میشه با یه مفاعیلون. بعد نگاه میکنیم کدوم دستگاه به این میخوره کدوم دستگاه نمیخوره. تو مولودی ما حزین نباید بخونی، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن مولودی شاد بخونی. میتونیم از دستگاه شاد استفاده بکنیم، از نواهای شاد استفاده بکنیم. بعد میایم سراغ دستگاه. 5 تا ریتم، 5 تا ملودی، 5 تا دستگاه. شما این 5 تا از هر کدوم 5 تا میشه 15 تا عامل. 15 تا عدد چجوری میتونید اینقدر بغل هم دیگه بشین؟ میشه 20 تا 30 تا آهنگ با یه مفاعیلو. یکم بعد از ساخت آهنگ، آهنگتون که میسازین روی موبایل ضبط بکنید. اون جایی که کشیده میشه بعدم دیگه شعرا باید دقت بکنن رو ساخت آهنگا، که من خیلی با آقایونم صحبت میکنم بعضی موقع یه جایی که باید کشیده بشه میان حرف لام میذارن. مثلا میگه دل دارم، دل جزء حروف تفریره، باید درش فرار کرد. رو لام نمیتونیم تحریر بزنیم. رو حروف قنه مثل میم مثل نون میتونیم تحریر بزنیم. رو ترکیب حروف، تو حروفی که اخفا میشه مثل نون به کاف میرسه. من کنتو، من کنتو مولا، میتونیم رو اینا تحریر بزنیم. یه خورده خاصیت حروف هم با در نظر میگه که خوش بحث مفصلیه، من هم تیدار رد میشم. میگه خاصیت حروفه و آهنگ هم که میسازید سعی کنید با یه میدین شاعر رو شعر بسازه یا خودتون شعر میسازید سعی کنید به یه جای ختم بشه که بتونی اینو ادا بکنید. مثلا تو قرآن و ما وسق خیلی وقفش سخته، ولی هر قاری یه بار دو بار اینو میخونه که اینو خونده باشه. همه با اکثرا با آ، با یا و نون اینا ختم کنه. بعدم میشه چیدمان کلمات. این چیزایی که من فکر میکنم فعلا تو جلسه اول عرض کرده باشم خوبه که چیدمان کلمات. کلماتی که پشت سرم میچینیم کلمات سخت نباید باشه. ما باید از این کلماتی استفاده بکنیم که خود کلمه آهنگ داشته باشه. دیدن روی ماه تو اگه یه روزی پا بده، با گوشه نگاه تو حاجتم خدا بده. خب حالا ما میخوای بگی که یه گل یاس تو گلدونه، این چقدر یه گل یاس تو گلدون، یه گل یاس تو گل، لام گلدون رو بکشی. ولی دیدن روی ماه تو اینطوری بکشی. چیدمان حروف خیلی مهمه. همینطوری بیایم بغل همشون، حالا بگیم این وزنش میخوره، خود کلمه آهنگ داره. ببینید حافظ میگه کشتی نشستگانیم ای باد شرطه برخیز، شاید که باز بینیم دیدار آشنا را. اصلا سه چهار تا شین استفاده کردن انگار اصلا شرشر آب میاد. الا یا ایها الساقی، حالا این شعر مال کسی دیگه هم بوده، ادر کأسم و ناول ها که عشق آسون، چند تا الف داره. اینه که چیدمان کلمات هم بسیار مهمه توی آهنگسازی، هم در تو آهنگسازی. من یه عرض کوچیک داشتم، هم در تو شعر سازی روی این آهنگ ها، همین که اون مطلبی که آقا مصطفی فرمودن دستگاه مربوط به موضوعی که داریم میخونیم. یه دو تا سوال هم گفتن که تکلیف موسیقی پاپ در نوها و سرودها حتی غزلخوانی قصیدخوانی چیست؟ امام صادق فرمودن که از مثل آدمی که از شیر گرسنه فرار میکنن فتوا دادن فرار کنه. فتوا نمیتونم بدم، ولی تو این جلسه اخیری که من خدمت مقام معظم رهبری بودم یه صحبتی در تو موسیقی پاپ بود. من یه آهنگی ساخته بودم شباهتی به پاپ داشت، حالا خود آهنگم این بود: منم که فاتح خیبر بودم،
منم کشف پیمبر بودم. پاپ اینه ها، یا با تکنو اشتباه نشه دوبس دوبس بکنیم. پاپ اینه، یعنی موسیقی اصیلی که شما نغمه هاش راحت تر ادا میکنی. یکی از تعریف های پاپ اینه که شما توش تحریر نمیزنی، با هر کلمه یه نوا میاری، با هر کلمه. منم که فاتح خیبر بودم، این میشه پاپ. حالا منم که فاتح، بله همینم بفرمین که مثلا بیات اصفهان دیگه متعلم پاپشو داری بخونی. بله بیات اصفهان بهترین دستگاهی که میشه توش این کار کرد. و ما مثلا نمیتونیم بیا همایون، این همایون خیلی تحریر اینو باید بزنیم. بعدم تکلیف موسیقی پاپ، من سوال کردم از خود مقام معظم رهبری و این سری که من مشرف شدم خدمت ایشون، شاید ده دقیقه رو هم صحبت میکردم باشون و آجای رفی هم تشریف داشتن دیدم. یکی از حرفایی که واسه من خیلی جالب بود این بود که آقا فرمودن که ما موسیقی ما با پاپ خوندن، خوندن پاپ مشکلی نداریم، مضمون مهمه. این بعضی ها فکر میکنن چون کلمش پاپه ما حالا مثلا یه تدائی از یه مثلا پاپ ژامپل دوم، اون نیست، این یه نوع موسیقیه، یه نوع موسیقی. آقا بعضی ها هنوز نگاه نمی کنه اصلا این موضوع چیه، فوره میگن مسئله داره. ما 3 سال پیش سایت اینترنتمونو که توی ایاد را انداختیم، یه عده گفتن اینترنت، گفتم بابا به خدا مجله چیز نیستا، اینترنته، مثل فروشگاست، یه فروشگاهی که توش همه چیز دارن میفروشن، عرضه میکنن، کتاب فروشی. لااقل شما بیان تدیانم بفروشی مردم ببینه. اول باید نگاه کن، الان نگاه کن ماشاءالله پربار شده، اونا هم زور خوششون دارن میزنن، کار خوششون دارن. موسیقی پاپ یه همچین موسیقیه که اگر استفاده بهینه ازش بشه تأثیر بهینه هم داره. آقا فرموده ما با موسیقی پاپ مشکلی نداریم، مضمون خیلی مهمه. من خودم داشتم میشنیدم، شاهد سید امیر عبداللهی جانباز بغل من نشسته بود، آقای احمدی نژاد نشسته بود، کمان که با آقایون دیگه هم در تا موسیقی پاپ صحبت کردن. آقا سوال دوم، تأثیر تغییر ضرب آهنگ ها روی یک ملودی ثابت را توضیح دهید. من این چیزی که متوجه شدم پس توضیح میدم. ضرب آهنگ یه موقع از خوندن روی ضرب شروع میشه، یه موقع از بعد ضرب شروع میشه، یه موقع از قبل ضرب شروع میشه. ببینید مثلا میگه که منم، ببینی منم که فاتح، منم که فات روزن، منم که فاتح خیبر بودم، منم که عشق پیم، منم که عشق بی تو می زر خورد، خوندن شو شد بی تو می میرم، نمیگم بی تو می، نمیشه بی تو می میرم، مرو بی تو می، اول ضرب بخوره بعد خوندن میاد. اگر این کار انجام بشه تنوع در آهنگسازی ایجاد میشه. یعنی در یک آهنگ سر تمر که شروع میشه با یه فراز و فرود هست، سر و تش اون تیکه هاش، هر آهنگی 3 تا مقام داره، 3 تا جا داره، یکیش با ضرب شروع میشه، یکی بعد ضرب شروع میشه، پیش ضرب شروع میشه. اگه این کار بشه تنوعش خیلی خوبه، تنوع این کار خیلی خوبه، تنوع تغییر ضرب آهنگا توی ملودی ثابت، یه ملودی ثابت. من مثلا یه مثال برای شما بزنم، تغییر ضرب آهنگ. یه شعر هست در تو حضرت علی اکبر سلام الله علیه، این که همه آقایونم بلدن یم فاطمی دور سرمدی، من روی ضرب میارم تا یه جایی میگه که